سرخط خبرها. آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان دولت سوریه زیر آتش نیروهای دولتی و خارجی. سازمان ملل هشدار داده فاجعه انسانی در استان ادلب در راه است. جهش چشمگیر مبتلایان به ویروس جدید کرونا، دست کم 724 نفر قربانی و بیش از 34,000 نفر مبتلا. گزارش آمریکا درباره کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک بیشتر شده و کشت خشخاش کمتر. و حاشیه های انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، رسانه ها از سابقه ضعیف دراگان اسکوچیچ انتقاد می کنند، وزارت ورزش دفاع. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. ترکیه نیروهای بیشتری برای تقویت پاسگاه‌های دیدبانی‌اش به استان ادلب در سوریه اعزام کرده تا از پیشروی بیشتر نیروهای دولتی جلوگیری کند، نیروهایی که روسیه از آنها حمایت می‌کند. این در پی آن است که نیروهای دولتی سوریه در ادامه پیشرویشان در استان ادلب، شهر سراغب را به کنترل خودشان درآوردند. نزدیک به 600,000 نفر ظرف هفته‌های گذشته با پیشروی نیروهای دولتی آواره شدند. کسرا ناجی در گزارشش می‌گوید حالا نگرانی‌ها از رویارویی نیروهای ترکیه و روسیه بالا گرفته است. فرار مردم شهرهای جنوبی استان ادلب در مقابل پیشروی‌های نیروهای دولتی و بمباران‌های هواپیماهای روسی. بزرگترین جابجایی غیر نظامیان از هنگام شروع جنگ در سوریه. شهرها خالی. این سرمین در 10 کیلومتری شرق شهر ادلب. نزدیک به 600,000 نفر از جمعیت 3 میلیونی استان در هفته‌های گذشته به طرف مرز ترکیه و اردوگاه‌های آوارگان کوچ کردند. این مرد که برای بردن اموالش به شهر برگشته، میگوید او و خانواده‌اش از بمباران‌ها فرار کردند. میگوید همه چیزش را از دست داده. و این مرد که رژیم بشار اسد را نفرین میکند، میگوید بمباران‌های شدید زندگی را اینجا غیر ممکن کرده بود. ادلب در شمال سوریه آخرین گوشه از این کشور است که در کنترل مخالفان و نیروهای جهادی است. پیشروی های نیروهای سوریه از جنوب استان و بمباران های هواپیماهای روسیه حالا پاسگاه های دیدبانی ترکیه را که در داخل استان در امتداد مرز استان ایجاد شده به خطر انداخته. پاسگاه هایی که هدف از آن حفاظت از استان و جلوگیری از جنگ بوده. ترکیه 2 روز است که نیروهای بیشتری به داخل ادلب اعزام کرده. لشکرکشی سنگین برای دفاع از پاسگاه‌های ترکیه. این تصاویر امروز از یک واحد ارتش ترکیه در 5 کیلومتری شمال شرق شهر ادلب. 8 نفر از نیروهای ترکیه در روزهای اخیر کشته شدند و ترکیه گفته است از پاسگاه‌هایش دفاع خواهد کرد. 3 پاسگاه ترکیه حالا در محاصره کامل نیروهای سوریه است. 17 ماه پیش اینجا در سوچی در روسیه رهبران ترکیه و روسیه توافق کردند که منطقه حائل ایجاد شود در امتداد مرز استان که پاسگاه‌های بازرسی 2 طرف در 2 سوی مرز استان بر آن نظارت داشته باشند. قرار شد که نیروهای جهادی هم سلاح‌های سنگین خودشان را تحویل دهند. اما جنگ هیچ وقت متوقف نشد. بمباران‌ها شدت گرفت و کشتار ادامه پیدا کرد. شهرها تخریب و خالی شد. و حالا هم خطر رویارویی نیروهای ترکیه و روسیه بالا گرفته است و گسترش جنگ سوریه که نزدیک به 11 سال است که ادامه دارد. کسرا نجی، BBC. از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان، پرسیدیم چرا با وجود توافق ایجاد شده منطقه حائل نیروهای سوری به سمت ادلب پیشروی کردند. خب رسما عنوان میشه که ترکیه به تعهدات خودش عمل نکرده، اینی که به اصطلاح اون منطقه حائل رو ایجاد بکنه که به خصوص شاهراهایی رو که به اصطلاح دمشق و بلازقیه و حلب و حما وصل میکنند، اینها از تیررس مخالفان در امان باشند
و خب به نوعی ترکیه این تعهد هم داشته که نیروهای افراطی رو از غیر افراطی جدا بکنه و اجازه بده که نیروهای افراطی منزوی بشن، که خب بدونیم اون منطقه کلن دست بالا رو نیروهای هیئت تحریر شام که خب نزدیکی به القاعده هستن در دست دارن. اینه که با این بهانه رسمی، اینه یه عنوان رسمی، ولی به نظر میاد که دولت سوریه با کمک روسیه و ایران تو چارچوب پیشروی که کردن میخوان آخرین منطقه ایران که تحت تسلط نیروهای شورشیه در بیارن و حاکمیت کل رژیم اسد رو بر بخشای حالا شرقش رو بگذاریم که مقدار هنوز دست آمریکایی‌ها و کردهاست، ولی در این مناطق حاکمیت خودشون رو به صورت تثبیت بکنن. خب ترکیه هم به لحاظ این سیل پناهنده‌ها و آواره‌هایی که به طرف ترکیه روان میشه، هم به لحاظ اینی که میخواسته همیشه یک منطقه حائلی هم همونطور که در شرق به صورت سوریه اون تو مرزهای خودش ایجاد کرده این برام ایجاد کنه، و در این حال با بودنش در ادلب و این دیدگاه‌هایی که داشته، مثلا پاسگاه‌هایی که داشته، میخواسته در معادلات سیاسی آینده مربوط به سوریه هم نقش بازی بکنه. همه اینها رو به نظر میاد که خب با این حملاتی که دارن روسیه و سوریه میکنن به نوعی دارن بر هم میزنن. از این جهت خب ترکیه هم به نوعی داره واکنشش رو. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. تازه ترین آمار نشان می‌دهد بیش از 34,000 نفر در سراسر جهان به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند. ویروسی که به یک سرماخوردگی ساده شبیه است، اما تا امروز جان 724 نفر را گرفته و میلیون‌ها نفر را نگران کرده. آنطور که علی همدانی در گزارشش می‌گوید، با وجود اینکه دانشمندان تصور می‌کردند ویروس کرونا در ردیف ویروس‌های با سرعت تکثیر متوسط است، اما به نظر می‌رسد سرعت شیوع این ویروس در شبانه روز گذشته جهش چشمگیری داشته است. پایتخت تجاری چین خالی از بروبیاهای هر روز. اثری از 24 میلیون نفری که هر روز در شانگهای دیده می شدند نیست از ترس کرونا. ویروسی که دولت چین ابتدا زیر بار شیوعش نرفت و حالا با مظنونان به ابتلایش چنین می کند. اگر با مقام ها کنار نیاید. در شبانه روز گذشته تنها در چین 86 نفر مردند. در ووهان زادگاه کرونا در چین یک آمریکایی مبتلا جان داد. در هنگ کنگ و فیلیپین هم دو نفر. در فرانسه 5 بریتانیایی که برای اسکی به اینجا آمده بودند مبتلا تشخیص داده شدند. امارات متحده عربی همسایه جنوبی ایران 2 مورد تازه کشف کرده. در مجموع 7 مورد مبتلا. در 20 هفته که تا هفته سلامت داشت. در ایران اما وزیر بهداشت میگوید نتیجه آزمایش همه مظنونان به ابتلا منفی است. مقامات در ایران بارها مورد این پرسش بودند که چرا پرواز هواپیماها به چین و از این کشور را لغو نکردند. اخبار شایعه مانند پراکنده شده بود. همینطور زیر سایه بی‌اعتمادی بسیاری پس از لاپوشانی حکومت درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه. اما به گفته وزیر بهداشت که برای نشان دادن آنچه دستاوردهای پزشکی حکومت در 41مین سالگرد روی کار آمدنش در مازندران است، اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست. در حالی که وزیر خارجه ایران خبر داده که به چین، کشور به گفته او دوست و برادر، 2 میلیون ماسک اهدا کرده، خبرگزاری انتخاب گزارش کرده یک بسته ستایی ماسک تا پیش از این بین 1,000 تا 2,000 تومان به فروش می رفت، اما حالا شده بین 3,000 تا 5,000 تومان. قیمت ماسک‌های فیلتردار هم 4 برابر شده و به 13,000 تومان رسیده. چین میگوید سخت مشغول کشف شیوه‌های پیشگیری و درمان مبتلایان است. ویروس جدید کرونا همچنان ناشناخته است. گلوله‌ای بسیار کوچک با گیرنده‌های پروتئینی ناشناخته بر سطحش که تا توسط دانشمندان شناسایی نشود، امکان مقابله با آن وجود ندارد. تازه اگر شناسایی هم بشود، بعید نیست تغییر ماهیت بدهد. ویروسی که ویروس کش‌های قوی، حتی آنهایی که حریف ویروس HIV هم می‌شوند، از پسش بر نیامدند. علی همدانی، BBC. 4 سناتور آمریکایی در نامه‌ای از مدیر عامل توییتر خواستند تا بر اساس تحریم‌های ایالات متحده آمریکا حساب کاربری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بسته شود. در این نامه که دیروز منتشر شده آمده، ادامه ارائه خدمات به رهبران ایران می‌تواند در نهایت به تحریم توییتر به عنوان یک نهاد آمریکایی منجر شود. تد کروز، مارشال بلکبرن، مارکو روبیو و تام کاتن از امضا کنندگان این نامه هستند.
ایران پرتاب ماهواره ظفر را دوباره به تعویق انداخت. رئیس سازمان فضایی ایران گفته نمی‌خواهیم دقت فدای سرعت شود. هنوز تاریخ جدیدی برای پرتاب ماهواره ساخت ایران اعلام نشده. دو نهاد بین المللی دیگر بازرسی خانه های شماری از روزنامه‌نگاران را در ایران محکوم کردند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فشارهای اخیر بر روزنامه‌نگاران منتقد را ارعاب آور و بحث برانگیز دانسته و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران گفته این فشارها کار اطلاعات سپاه است. دیروز هم سازمان گزارشگران بدون مرز احضار بازرسی خانه و تهدید روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. گزارش شده در 10 روز گذشته ماموران امنیتی پس از تفتیش خانه های چند روزنامه‌نگار وسایل کار، کامپیوتر، موبایل و مدارک دیگر را با خود بردند. دادگاه انقلاب تهران یک فعال اجتماعی زن را به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. نرگس منصوری یکی از 14 نفری بود که در نامه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای رهبر ایران شده بود. پیشتر هم 8 نفر از امضا کنندگان 2 بیانیه برای استعفای رهبر ایران حکم های زندان دریافت کرده بودند. این منتقدان همچنین خواستار تغییر بنیادی قانون اساسی ایران شدند. بر اساس یک گزارش دولت آمریکا میزان کشت کوکنار یا خشخاش در افغانستان در سال 2019 میلادی در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته. در این گزارش که تولید تریاک اما در این سال افزایش داشته است. دولت آمریکا گفته که ادامه کشت گسترده خشخاش و تولید تریاک در افغانستان توانایی دولت این کشور را در حفظ حاکمیت قانون و ترویج حکومتداری خوب پیچیده تر میکند. خبرنگارمون علی حسینی در کابل با ماست. در مورد این گزارش یک خود جزئیات بیشتری به ما بده و اینکه چطور کشت کوکنار افزایش پیدا کرده و تولیدش کاهش. علی، خب گزارش تازه از سوی دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید ارائه شده و در او آمده که در سال 2019 نسبت به سال 2018 کشت خشخاش 28% کاهش یافته و به 160 هزار هکتار زمین رسیده. این از یک طرف. از طرف دیگر تولید تریاک افزایش 21% داشته و در سال گذشته 6700 تن تریاک تولید شده. تریاک میشه گفت که عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش هست. به همین خاطر دلایل مطرح میکنه اینکه چرا کشت خشخاش کم شده، به این خاطر که در زمان کشت خشخاش قیمت تریاک پایین بوده، به همین خاطر انگیزه برای کشتش کمتر بوده. اما در این حال شرایط آب و هوایی مطلوب حاصل خوبی داده و به همین خاطر تولید تریاک بیشتر شده. واکنش دولت افغانستان به این خبر چه بوده؟ دولت افغانستان در چنین مواردی بیشتر تقصیر را میندازه به گردن گروه طالبان. ایالات متحده آمریکا هم این حرف را میزنه. اینها میگن که یک بخش عمده از کشت خشخاش و تولید تریاک در مناطق صورت میگیره که تحت کنترل گروه طالبان است. گروه طالبان در این زمینه کمتر صحبت میکنه و مشخصا در رابطه با این گزارش تازه واکنشی نشان نداده. از یک طرف دیگر مسائل در دولت افغانستان هم وجود داره که سبب میشه که تولید و فروش مواد مخدر افزایش پیدا کنه. ببینید در بخش نیروهای امنیتی همین 2-3 روز پیش نیروهای امنیتی در کابل مقامهای بلندپایه پلیس کابل را در به اتهام دست داشتن در فروش مواد مخدر بازداشت کردند. به هر حال بخش دولت افغانستان و بخش هم مناطق تحت کنترل طالبان سبب شده که کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش پیدا کنه. متشکرم از علی حسینی در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ادامه درگیری مخالفان دولت سوریه و نیروهای دولتی و خارجی در استان ادلب، سازمان ملل از فاجعه انسانی در این منطقه خبر داد. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا به 724 نفر و مبتلایان آن به بیش از 34 هزار نفر رسید. در ادامه این برنامه، همکاری آژانس فضایی اروپا با ناسا برای دریافت تصاویر با کیفیت از خورشید.
در ایران انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال با واکنش منفی بیشتر رسانه ها روبرو شده. فدراسیون فوتبال ایران دو روز پیش دراگان اسکوچیچ را برای هدایت تیم ملی برگزید. سرمربی پیشین باشگاه صنعت نفت که 51 سال دارد و اهل کرواسی است. منتقدان میگویند اسکوچیچ هیچ موفقیتی در دوران مربیگریش در باشگاه های ایرانی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نداشته. وزیر ورزش و جوانان ایران امروز در دفاع از انتخاب او گفته فدراسیون فوتبال در فرایند گزینش اسکوچیچ کاملا آزادانه عمل کرده است. تیم ایران کمتر از 2 ماه دیگر در مقدماتی جام جهانی قطر در تهران میزبان هنگ کنگ است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستم‌پور، با وجود همه این انتقادهایی که از این مربی تازه میشه، چرا فکر میکنید که وزارت ورزش از انتخاب او دفاع داره میکنه؟ درود بر شما بینندگان محترم. در حال حاضر به طور کلی راحت ترین کار اینه که از اسکوچیچ انتقاد کنیم و اعتماد به نفسش رو کم کنیم تا شروع کارش رو با این وضعیت آشفته آغاز کنه، در حالی که اگر این انتخاب نامناسبه از منظر هر کسی که اینطور فکر میکنه، به هر حال اتفاقاتی که در ورزش کشور میفته به هم پیوسته است. مسئله سرمربی تیم ملی فوتبال که منفک از سایر نابسامانی های ورزش ایران نیست، از ورزش زنان تا ورزش مردان مسائل مختلف، هر اتفاقی که داره میفته جنجالی و پرحاشیه است. ورزشکار و مربی و داور همه معترض و فدراسیون فوتبالی هم که آقای وزیر گفته مستقله، مگه اصلا ما الان فدراسیون داریم؟ رئیس فدراسیون که نداریم، سرپرست موقت داره، دبیر فدراسیون دبیر موقت فدراسیونه، اعضای کمیته ها یکی دو نفرن و اغلب اونها هم یا بازنشستن. به طور کلی اصلا فدراسیونی وجود نداره و هیچ کس هم توضیح نمیده که سرمربی تیم ملی چگونه انتخاب شده. اگر قرار انتقاد کنیم، باید از وزارت ورزش و همچنین شرایطی که این وزارتخونه بر عمده فدراسیون ها حکم فرما کرده، از جمله فوتبال که خب تو چشمه و مردم چون فوتبال رو بیشتر تعقیب میکنن این موضوع رو میبینن، و الا اگر فرض کنیم حتی یه سرمربی خوب برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب میکردن، یه سرمربی بلند آوازه، آیا هیچ مشکل دیگه ای تو ورزش کشور نبود؟ و اصلا یه سرمربی خوب بیاد بدون اردو، بدون بازی تدارکاتی، توی همچین شرایطی چطور میتونه معجزه کنه و این تیم رو به موفقیت برسونه؟ خب به معجزه اشاره میکنید. الان آقای اسکوچیچ با توجه به این انتقادهایی که ازش میشه و چالش‌هایی که داره برای کار با تیم ملی، چقدر واقعا شانس این رو داره که بتونه نتایج خوبی این تیم با مربیگری او به دست بیاره؟ در صورتی که وفاقی در فوتبال ایران پدید بیاد و از این گزینه حمایت کنه، بعد در نظر داشته باشیم که هیچ پولی در ورزش کشور نیست دیگه، با 2 سال گذشته فرق میکنه، پول برجام، پول نفت، 20 میلیون دلار در حساب فیفا، همه اونا هزینه شده. فدراسیون فوتبال الان برای تهیه پول بلیت پرواز ملی پوشان با مشکل مواجهه و حتی مدام تو مصاحبه هاشون میگن لژیونرها 200 میلیون 300 میلیون پول بلیتشون چطوری بیارون اردو. در این شرایط تصور غلبه بر بحرین و عراق دور از ذهنه. غیر از وفاق، همدلی و حمایت همه جانبه، نه اینکه فقط اسکوچیچ، اگه قلنویی هم میشد من این حرفو میزدم، علی دایی هم سرمربی تیم ملی میشد، روال منطقی اینه که در ابتدا حمایت کنیم، در روند کار نظارت و اگر ضرورت داشت انتقاد، نه اینکه هنوز سرمربی نیومده همه دارن بهش حمله میکنن، سرکوب میکنن. خب این با چه اعتماد به نفسی میخواد تیم ملی ما رو تشکیل بده و مقابل بازیکنایی بایسته که اغلب اونا لژیونر هم بلند آوازن؟ طبیعتا باید از سرمربی تیم ملی حمایت کنیم. اگر انتقادی داریم از وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال و شرایط نابسامان حاکم بر ورزش کشور انتقاد کنیم. و اینا اسکوچیچ که گناهی نکرده، بهش پیشنهاد دادن و طبیعتاً افتخار بزرگی برای او و این مسئولیت رو پذیرفته، تازه قراردادش هم ریالیه که اینم خب بی سابقه است برای سرمربی خارجی در ایران. متشکرم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. سرهنگ ویندمن از شاهدان اصلی تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید اخراج شد. الکساندر ویندمن عالی رتبه ترین کارشناس امور اوکراین در کمیته امنیت ملی کاخ سفید بود. برادر آقای ویندمن که از وکلای ارشد این کمیته بود هم اخراج شده. وکیل آقای ویندمن گفته
او به این دلیل اخراج شده که در جریان تحقیقات استیزا حقیقت را گفته. همزمان گوردون سانلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا که شهادتش در کنگره جنجالی شده بود، گفته که به واشنگتن فراخوانده شده. خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، پیش بینی میشد که در صورت رأی به منفی به استیزا آقای ترامپ و تبرئه شدن او، چنین افرادی که درگیر این موضوع بودند با خشم او مواجه بشند؟ به خصوص در مورد برادران ویندمن که آقای ترامپ قبلا هم از جمله روز پنجشنبه یک اشاره‌ای بهشون کرد و نارضایتی خودشون در مورد اونها بیان کرد. روز جمعه هم گفت که اصلا راضی نبوده از عمل کرده او. به هر حال اونطوری که وکیل سرهنگ دوم الکساندر ویندمن میگه، او قوی ترین مرد جهان منظورش آقای ترامپ هست، تصمیم به انتقام گرفته و او روز جمعه با از شورای امنیت ملی کاخ سفید اخراج شده و بیرونش کردن از اونجا. اینجا رسم هست وقتی کسی رو اخراج میکنند، کارت و کلید رو ازش میگیرن و حراست تا دم در این فرد رو مشایعت میکنه. سرهنگ دوم ویندمن رو هم به همین صورت از شورای امنیت ملی خارجش کردند. علاوه بر او، برادر دوقلوی آقای ویندمن هم یفگنی ویندمن که مشاور حقوقی شورای امنیت ملی هست، او هم به ماموریتش خاتمه داده شده. این دو برادر مامور به خدمت در شورای امنیت ملی بودند. محل کار اصلیشون وزارت دفاع هست و به وزارت دفاع بازگردونده میشن. وزیر دفاع گفته که وظیفه‌اش این هست که از پرسنل این وزارتخونه حمایت کنه. بنابراین بعضیا میگن که اونا همچنان به کار رسمی خودشون در وزارت دفاع ممکن هست ادامه بدن، اما شک هست که آیا اونجا هم راحت خواهند بود یا نه. فرد دیگری که عذرش خواسته شده آقای سانمن هست، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا. برخلاف برادران ویندمن که کادر وزارت دفاع بودند، او دیپلمات نیست، یک تاجر هست، یک هتلدار هست و جزء افرادی هست که به خاطر کمک مالی که به جمهوری خواهان کرده به سمت سفارت رسیده در آمریکا رسم. پس بعضی از سفرهای این کشور افرادی هستند که از حامیان مهم و بزرگ مالی کاندیدای ریاست جمهوری یا حزب جمهوری حزب حاکم هستند. آقای سوندمن هم همینطور $1,000,000 به کمیته برگزاری مراسم تحلیف آقای ترامپ کمک مالی کرده بود و از این جهت تونسته بود که روابط بسیار ویژه‌ای با آقای ترامپ داشته باشه. برخلاف بقیه سفرا که با وزیر خارجه دائم در ارتباط هستند، او که فردی بود که مستقیم با آقای ترامپ صحبت می‌کرده هر زمانی که می‌خواسته. به هر حال موضوعی که از نارضایتی آقای ترامپ از این دو نفر بوده. آقای ویندمن در سخنانی که در کمیته‌های بررسی کننده استیضاح در مجلس نمایندگان داشت، صحبت کرد که از مکالمات تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین نگران بوده و این نگرانیش رو هم مطرح کرده و این موضوعی بود که اون موقع برای آقای ترامپ خوشایند نبود و یکی از مسائلی بود که در نهایت منجر به تصویب لوایح استیضاح در مجلس نمایندگان شد. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا هم در صحبت‌هایی که کرده بود گفته بود به نظرش می‌رسید که آقای ترامپ هدفش این هست که پرداخت کمک مالی به اوکراین رو مشروط کنه به اینکه دولت اوکراین اعلام کنه در مورد بایدن و پسرش داره تحقیقات رو آغاز میکنه و این هم صحبتی بود که چندان به مذاق آقای ترامپ خوش نیامد. متشکرم از تو خشایار جنیدی در واشنگتن. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی از تایلند، دست کم 12 نفر در تیراندازی سربازی در یک مرکز خرید کشته شدند. شماری هم مجروح. این حادثه در شهر کورات در شمال شرق بانکوک پایتخت رخ داده. پلیس و نیروهای امنیتی هنوز موفق نشدند این سرباز را که در زیر زمین مرکز خرید مخفی شده بازداشت کنند. در بعضی گزارش‌ها گفته شده مهاجم احتمالاً عده‌ای را به گروگان گرفته. تصاویر باور نکردنی. آژانس فضایی اروپا با مشارکت ناسا به زودی ماموریتی را شروع خواهد کرد که ما را قادر می‌کند تا اطلاعاتمان درباره خورشید متحول شود. قرار است ناسا فضاپیمایی به نزدیکی خورشید بفرستد تا سطح آن تصویر برداری کند.
فردا شب در هالیوود فرش قرمز 92مین مراسم اسکار میزبان ستارگان سینما خواهد بود. برگزار کنندگان اسکار امسال با چالش‌هایی از جمله بی‌توجهی به غیر سفیدپوستان و کاهش بینندگان این گرد همایی روبرو هستند. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. سرعت و دقت در ساعت‌های پیش از گرد هم آمدن اهالی سینما و برگزاری مهمترین مراسم اهدای جوایز دنیای فیلم در آمریکا. اسکار امسال 3 هفته زودتر از سالهای قبل برگزار می شود، گویی که همچنان در تقویم جوایز سینمایی پس از بفتا و گولدن گلوبز و در پایان فصل داوری هاست. ولی بعضی از 9000 عضو اسکار گفتند فرصت کافی برای دیدن همه فیلم های نامزد شده و رأی دادن نداشتند. مدیران اما تأکید کردند که همه امکانات برای برگزاری پیش از تاریخ معمول مراسم بسیج شده است. مقدمات مراسم اسکار بدون پهن فرش قرمز، شاید بهتر بگیم موکت قرمز، تکمیل نمیشه و حتی این پهن شدن هم با دنگ و فنگ و توجه رسانه‌ای همراهه. همه برای استقبال از ستارگان سینما و البته افزایش تعداد بینندگان این مراسم که در سالهای گذشته رو به کاهش بوده. سال گذشته اسکار پس از اختلاف مدیران با بازیگری که قرار بود مجری باشد بدون یک مجری ثابت برگزار شد، اما در میان نگرانی‌ها از تأثیر آن تصمیم، برعکس تعداد کسانی که در آمریکا برنامه را زنده نگاه کردند با 12% افزایش به مرز 30 میلیون نفر رسید. این سبب شد امسال هم نقش مجری ثابت را حذف کنند. علاوه بر تلاش برای حفظ و افزایش بینندگان، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به خاطر سفید پوست بودن بیشتر نامزدها با انتقاد روبروست. امسال 20 نامزد بخش بازیگری همه به استثنای یکی سفید پوست هستند. آن یکی سینتیا آریو از فیلم هریت است. روایت واقعی مبارزات زنی که در سال 1849 از بردگی در ایالت‌های جنوبی آمریکا گریخت و به یکی از رهبران جنبش پایان دادن به بردهداری تبدیل شد. نامزد بهترین بازیگری نقش اول زن. هم تلخه که هیچ بازیگر رنگین پوست دیگه‌ای امسال نامزد اسکار نشده و هم البته شیرینه که خودم نامزد شدم. ولی واقعا باید فکر کرد که چرا اینطور شده و یه راه حلی براش پیدا بشه. خیلی وقتا میبینیم از بازیگران سیاه پوست پس از درگذشتشون تقدیر میشه. کسایی که هیچ وقت در دوران کار و حیاتشون جایزه ای نبردن. این روند باید تغییر کنه. سردبیر ماهنامه سینمایی ورایتی میگوید راه حل شفافیت است. اسکار از سال 1927 تصمیم گرفت نتایج رأی‌گیری از اعضاش رو که الان به حدود 9000 نفر رسیدند مخفی نگه داره. وقت تغییر فرا رسیده. مخاطب حق داره بدونه بازیگران از جمله اقلیت‌های نژادی چقدر رأی آوردن. مثلا فقط چند تا رأی با نامزد شدن فاصله داشتن، یا اینکه بخش بزرگی از رای دهندگان مثلا به یک بازیگر سیاه‌پوست رای ندادند، که این آبروریزی خیلی بزرگیه و آشکار شدنش مهمه. اسکار پرزرق و برق ترین گرد همایی سینمایی آمریکا در 92 سالگیش با موانعی برای ادامه مورد توجه بودن به ویژه در میان نسل جوان و تن دادن به تغییرات بنیادین روبروست. نحوه برگزاری و تعداد و ترکیب سنی بینندگان در شامگاه یک شنبه به وقت لس آنجلس فوریت نیاز به انتخاب مسیری نو را نشان خواهد داد. بهمن کلبوسی، بی بی سی، هالیوود. می رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.